شاگرده عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که جور صحتمند سر حال باشین. شاگردای عزیز، درس امروز ما به ادامه درس گذشته ما که شما قابلیت تقسیم تا 7 خوانده بودیم، امروز میخوایم قابلیت تقسیم بر عدد 8. این درسایی را که شما امروز میخوانیم از صفحه 29 و 30 کتابتون است. قابلیت تقسیم بر عدد چند؟ 8. هر عدد که 3 رقم اول آن 0 و یا هم عدد باشد که قابلیت تقسیم به عدد 8 را داشته باشد، آن عدد بر 8 پوره قابل تقسیم است. هر عددی که سری رقم اول آن 0 و یا هم عددی باشد که قابلیت تقسیم بر عدد 8 را داشته باشد، آن عدد بر 8 پوره قابل تقسیم است. به طور مثال 3000. 3 رقم اولش چی است؟ 0 است. پس ما شما ایره تقسیم 8 میگذاریم. 1 8 8 2 8 16 3 8 24 3 8 24. از 0 4 میگه 10، از 10 که 4 بره 6 باقی. چیز باقی نموند. 0 تا کنیم. 7 8 56. از 0 6 میگه 10، از 10 که 6 بره 4 باقی. چیز باقی نموند. عدد دیگه ما از 0. 5 8 4. یا هم گفتیم عددی باشد که قابلیت تقسیم بر عدد 8 را داشته باشد. این 3 رقمش اگر داشت، سوال ما پس بر 8 تا پوره قابل تقسیم، اگر نداشت نداره. 1 8 8. از 9 که 8 بره 1 باقی، 9 رو تا میگیریم. 2 8 16. از 9 که 6 بره 3 باقی، چیز باقی نمیمونه، 7 تا میگیریم. 4 8 32. از 7 که 2 بره 5 باقی، چیز باقی نمون، اینی رو تا میگیریم در 5 باقی مون، باقی مونده یه زیره اینجا میگیریم، 5 هم اینجا تا میگیریم. 7 8 56. پس سیکلی دو باقی مون، پس میگیم یادت ندارد. چرا؟ به خاطر که زمان ما شما بخواییم ایره من نشته کردم که یعنی اگر سی عددش نداشت پس خود عددم نداره. 1 8 8. از 9 کش بره 1 باقی، 7 تا میگیم. 2 8 16. 1 باقی 6 8. 2 8 16. پس ببینید در سی عدد که نداشت در خود عددم خیلی نداره. حالا یک مثال کار میکنم که دو سه عددشون داشته باشن. یک هزار سی سد سی و شش تقسیم هشت، دو خانشه میگیریم، یک هشت هشت. از سه هشت نمیریم سیزده، سیزده که هشت بره پنج بکن، سیره تا میگیریم. ششش چلو هشت. از سی هشت میگه یه قدم گمی سیزده، سیزده که هشت بره پنج باقی، چیز باقی نمون، ششا تا کردیم. هفتش پینجا شش.
حالا ما اگر تنها سه عدد از اینجا بگیریم 336 تقسیم 8 4 32 از 3 که دوباره یک باقی چیز باقی نمون 6 تا کنیم 2 8 16 پس این چی؟ قابلیت تقسیم بر عدد 8 ما خب شما بوده عزیز قابلیت تقسیم بر عدد 9 قابلیت تقسیم بر عدد 9 هر عددی که قابلیت تقسیم بر عدد 9 هر عددی که مجموعه ارقام آن قابلیت تقسیم بر 9 را داشته باشد آن عدد بر 9 پوره قابل تقسیم است هر عددی که مجموعه ارقام آن قابلیت تقسیم بر 9 را داشته باشد آن عدد بر 9 پوره قابل تقسیم است مثال 7 8 3 9 پس اینه تمام شما و شما میخواییم چی کنیم؟ جمع کنیم یعنی این عدد داشته باشد 9 18 27 36 45 54 63 72 81 اینی مجموعه ارقامش اگر با اینی عدد سر بخوره پس او عدد قابلیت تقسیم بر عدد 9 را دارد 7 جمع 8 جمع 3 جمع 9 هفت هشت پانزه پانزه شانزه عبده اشته اشته جانو بیست و هفت اینجا قرار داره پس حالا اگه یه بخواییم شما تقسیم کنیم پس 7839 تقسیم چند؟ تقسیم 9 هشت نو افتاد و دو پس از عشق دوره شش باقی چیز باقی نمان سه تا میکنیم نو هفت 9 شست و 3 9 را تا میکنیم پس میگیم 1 9 خب شاگرد عزیزی بود قابلیت تقسیم بر عدد چند؟ قابلیت تقسیم بر عدد 9 قابلیت تقسیم بر عدد 10 قابلیت تقسیم بر عدد چند؟ قابلیت تقسیم بر عدد 10 هر عددی که رقم یک های آن صفر باشد آن عدد بر 10 پوره قابل تقسیم است مثال 230 یک قانونه که برتون در اولی تقسیم قابلیت تقسیم بر عدد 10 رو نشون بدم زمانی که شما تقسیمش میکنین یک صفرش را کم کنین جوابش اینجا مشکل میگه یعنی جوابش 23 است چه رقم 2 2 تا 20 3 تا 3 این بود چی؟ قابلیت تقسیم بر عدد 10 قابلیت تقسیم بر عدد 11 قابلیت تقسیم بر عدد چند؟ 11 هرگاه حاصل تفریق مراتب جفت و تاقی لگدد یک عدد صفر یا عدد 11 به دست آید آن عدد بر 11 پوره قابل تقسیم است چه رقم؟ یعنی ما شما به یک رقم مثال میگیم که 4 8
4 0 یعنی چه رقم؟ اگر ما شما به اعداد نشه کنیم که 1, 2, 3, 4 به حساب اعداد ما کدامش جفت است تاق است؟ بالا عدد، نه پایین. پایین هم از نظر میگیم بالا عدد. پس این میگیم تاق، اینی رو میگیم جفت، این میگیم تاق و این میگیم چی؟ جفت. حالا هر دوی از اینا رو جمع میکنیم از هم دیگر تفریق میکنیم. پس میگیم 4 جمع 4 مساوی به چند است؟ 8. پس دیگه ایش 0 جمع 8 مساوی به چند است؟ 8. پس 0. اگر ما شما تقسیم کنیم آیا قابلیت تقسیم داره یا نداره؟ پس 4840 تقسیم 11 4 11 44. از 8 4 برای 4 باقی، چیز باقی نمون، 4 دیگر تا کنیم، باز 4 11 44 چیزی باقی نمون. این صفر مستقیم میبریم اینجا میگذاریم، اینجا صفر. خب شاگردای عزیز، ای بود قابلیت های تقسیم ما. بسیجه نمیده خیلی سر چند نمیده.